دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر، با توجه به تغییر رویکرد وزیر امور خارجه بریتانیا در قبال اتهامات نسل کشی علیه اویغورها و نیاز به بهبود روابط اقتصادی با چین، آیا فکر میکنید این تغییر موضع میتواند بر وضعیت حقوق بشر در چین و به ویژه بر زندگی مسلمانان اویغور تاثیر بگذارد؟ بله، عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه‌تون. با توجه به اینکه مسئله نقض حقوق بشر در چارچوب سیاست‌های ملی یا مبتنی بر اعمال حاکمیت ملی از سوی هیچ کشوری پذیرفته نیست و یک مسئله جهانی هست، رسیدگی به مسئله حقوق بشر و نقض اون، باید در حالت کلی اعلام بکنیم که خب چین با دو مسئله بسیار مهم در سیاست خارجیش مواجه هست. یکی مسئله نقض حقوق بشر علیه اویغورهای مسلمان و همچنین مسئله سیاسی که در رابطه با تایوان وجود داره. ولی اون چیزی که باید در رابطه با سیاست انگلیس یا سایر کشورها نسبت به چین الان ما مطرح کنیم اینی که کشورها علارغم نقش انتقادیشون علیه سیاست‌های ضد حقوق بشری چین، یک نگاه دو جانبه هم نسبت به روابط تعریف میکنن. یعنی اون اعتراض و انتقاد عمومی نسبت به سیاست‌های خشن چین علیه اقلیت مسلمان اویغور باعث نمیشه که اینا در فضای روابط دو جانبه اون پنجره روابط رو محدود بکنن. بنابراین سیاستی که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد، آقای لمی، که این ارتباطی با مسئله در واقع نقض حقوق بشر نداره و اون وظیفه سازمان‌های بین‌المللی است که بهش رسیدگی بکنن، اینجا ما میتونیم این تفاوت نگاه رو در دو روش در واقع یا سیاست چند وجهی انگلیس و سایر کشورها نسبت به چین داشته باشیم. طبیعتاً با توجه به نیاز کشورها به توسعه روابط اقتصادی، انگلیس تلاش کرده که مسئله انتقادش از نقض حقوق بشر در چین رو جدا بکنه از اون موضوعی که به عنوان نیاز به همکاری اقتصادی با چین داره. ولی در حالت کلی چون ایشون گفته که قراره در مناسبات دو جانبه این مسئله رو هم در دستور کار مذاکره با مقامات چین قرار بده، ما باید شاهد این باشیم که در این رابطه چینی ها موظف و متعهد بشن که یک موافقت نامه ای رو در واقع امضا بکنن که انگلیس معمولا همراهی نکنه برخی از کشورها رو که در این رابطه علیه چین انتقاد دارن، و اون هم عبارت از اینه که چین متضمن تضمین هایی بشه یا متضمن به این بشه که دیگه نقض حقوق بشری علیه اویغورها یا مسلمانها انجام نده. این پدیده اگر شکل در واقع جهانی پیدا بکنه طبیعتا نتیجه بخش خواهد بود. عرض کلام آخرم اینه که مناسبات دو جانبه با مناسبات بین المللی یا اون نگاه بین المللی کشورها با هم تفاوت داره. انگلیس تلاش کرده فقط در حد روابط دو جانبه از این مسئله چشم‌پوشی کنه، ولی در مناسبات بین المللی مسئله حقوق بشر یک نکته‌ای هستش که هیچ کشوری نمیتونه صرف اینکه حاکمیت ملی داره بر مردمش بر سرزمینش هر جنایتی رو مرتکب بشه و هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه. من فکر میکنم انگلیس حداقل در سطح بین المللی این سیاست فشار رو ادامه خواهد. ممنونم، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.